سلام به کلاس درس خوش اومدید امروز میخوایم با هم دیگه در مورد چهارمین مقطع مخروطی که حضلولی هستش یاد بگیریم اگه خاطرتون باشه گفتیم که حضلولی مقطع مخروطی هستش که از تقاطع یک صفحه که با مولد یک مخروط موازی نبود و اون مخروط به دست می اومد همچنین میشه نشون داد که به لحاظ هندسی حضلولی مکان هندسی نقاطی هستش که قدر مطلق تفاضل فاصله اونها از دو تا نقطه متمایز که به اونها کانونهای حضلولی گفته میشه و معمولاً با F و اف نشون میدیم کانون ها رو مقدار ثابتی هستش پس مکان هندسی نقاطی که تفاضل فاصله شون از دو نقطه که به اونها کانون های حضولی گفته میشه مقدار ثابتی هستش خب خاطرتون هست حضولی چه شکلی بود بیاید خیلی سریع اینجا شکلش رو بکشیم که برامون یادآوری بشه این محور های x و y ما طبق معمول و بیاید فرض بکنیم که اینها هم کانون های هستند. هستن این یک نقطه و این هم یک نقطه دیگه هم تو کانون ها میتونن هر دو تا نقطه دلخواهی توی صفحه x و وای باشن من برای سادگی فرض کردم که روی محور x قرار دارن دو تا کانون حضولی من. در این صورت حضولی مون یک همچین شکلی خواهد داشت اگر خاطرتون باشه گفتیم که حضولی دو تا شاخه داره و در این حالت با این که ما کشیدیم حضنونیمون یک همچین شکلی خواهد داشت یعنی این تا شاخش به سمت راست و چپ باز میشن خب بیایید برای این حضولی ساده ای که اینجا شکلش رو بر خودمون کشیدیم بیایم سعی کنیم و معادلش رو بر حسب یک و Y به دست بیاریم خب چطور کار میکردیم برای اینکه معادله یک مقطع مخروطی رو به دست بیاریم اول بیایید مختصاتی فرض بکنیم برای کانون های حضولیمون بیاید فرض بکنیم که نقطه F مختصات C و صفر داره چون روی محور ایکس ها هست معلفه وایش صفره و مقدار ایکسش فرض کنیم که C هستش پس این نقطه میشه C و صفر و بیاید فرض کنیم که نقطه F پریم مختصات منفی سی و صفر داره یعنی ما فرض کردیم که توی این حالت خاصی که اینجا میخوایم معادلش رو به دست بیاریم دوتا تا کانون های حضلولیمون متقارن هستن نسبت به مبدع مختصات خب مرحله بعدی چی بود؟ طبق معمول میایم یک نقطه دلخواهی روی حضولیمون در نظر میگیریم فرض میکنیم که مختصات x و y داره و اون وقت میایم تعریف حضلولی رو برای نقطه به مختصات x و y می نویسیم تعریف مون چی بود این بود که تفاضل فاصله تفاضل قدر مطلق تفاضل فاصله نقطه x و y از دو تا کانون حضولیمون که سی و صفر و منفی سی و صفر هستن در این حالت مقدار ثابتی باید باشه اون مقدار ثابت رو هم بیاید ما فرض کنیم که مساوی با دو آ هستش پس این دو آ اون مقدار ثابتمون هستش چرا دو آ این دو رو فقط برای اینکه روابطی که به دست میاریم برای حضولی بعدا بشه راحت سادشون کرد انتخاب کردیم خب فاصله نقطه x و y از اولین کانون رو بیایید فرض کنیم که ال که اسمش رو ال1 و از دومین کانون اسمش رو می‌ذاریم ال2 پس طبق تعریف قدر مطلق ال1 منهای ال2 باید مقدار ثابتی باشه که اون مقدار ثابت رو هم ما گذاشتیم چی؟ دو پس قدر مطلق L1 منهای L2 مساوی با دو هستش طبق تعریف حضولی خب بیاید حالا رابطه L1 و L2 رو بنویسیم L1 مساوی چی هستش؟ L1 مساوی هستش با رادیکال معلفه X نقطمون منهای معلفه X اولین این کانون بیزی از میخوام حضوری یعنی X منهای C به توان دو به علاوه معلفه Y نقطمون منهای معلفه Y کانون اول که صفر هستش به توان دو خب این همین L2 مون مساویه چی هستش؟ L2 مساوی خواهد بود با رادیکال x منهای منفی c چون دومین کانون حضولیمون ما الف ایکسش منفی سی هستش پس خواهیم داشت x به علاوه سی به توان دو به علاوه وای منهای سف به توان دو خب حالا تعریف حضولیمون میگه چی؟ میگه قدر مطلق ال یک منهای ال دو مساوی با دو هستش درسته خب بیای جایگذاری کنیم ال یک و ال دو رو توی تعریف حضولی خواهیم داشت چی؟ خواهیم داشت قدر مطلقه رادیکال x من های c به توان دو به علاوه ی من های صفر که میشه خود وای به علاوه ی دو به علاوه رادیکال x به علاوه ی c به توان دو به علاوه ی دو مساوی هستش با چی؟ مساوی هستش با دعا خب توی این رابطه الان هم یه قدر متق داریم هم دوتا رادیکال داریم طبق معمول توی رابطه های رادیکالی برای اینکه رادیکال رو بتونیم حس بکنیم و رابطه رو ساده تر بکنیم چیکار میکردیم؟ دو طرف رو به توان دو میرسوندیم خب بیاید این کار رو اینجا انجام بدیم اگر دو طرف رو به توان دو برسونیم قدر مطلق یک چیز به توان دو که میشه خود اون به توان دو و چون اینجا جمع دو تا رادیکال رو داریم توان دوش خواهد شد اولین رادیکال به توان دو که میشه x من c به توان دو به علاوه y دو به علاوه دومین دو رادیکال به توان دو که میشه x به علاوه c به توان دو به علاوه y دو و عذر میخوام من اینجا یک اشتباهی کردم این مثبت باید دست منفی باشه چون ما میخواستیم ال یک من های ال دو مساوی دو باشه خب حالا پس خواهیم داشت اولین رادیکال به توان دو به علاوه دومین رادیکال به توان دو من های دو ضرب در حاصل ضرب این دو تا جمله که این رو حاصل ضرب رو میتونیم به صورت یه رادیکال بنویسیم که زیرش خواهیم داشت x من های c به توان دو به علاوه y دو که این در حقیقت اولین رادیکالمون هست در دومی رادیکال که x به علاوه c به توان دو به علاوه y دو هستش خب این رابطه ای که من تا اینجا نوشتم سمت چپ تصاویمون به توان دو بود سمت راست به توان دو مساوی چی میشه؟ مساوی با چهار آدو درسته خب حالا بیاد این رو یه کمی ساده بکنیم اگر این جمله x منهای c به توان 2 و x به علاوه v به توان 2 رو بست بدیم چی خواهیم داشت خواهیم داشت x 2 علاوه c 2 منهای 2cx علاوه خب دو تا y 2 اینجا داریم این دو تا رو با هم یکی می‌کنیم میشه دو y 2 علاوه x به علاوه c به توان 2 میشه چی میشه x 2 علاوه c 2 علاوه 2cx خب من های این دو ضرب در این رادیکالی که اینجا داریم که این عبارت رو من دوباره نمی, نمی فقط چند تا نقطه میذارم زیر رادیکال که منظورم این هستش که همین عبارتی که بالا داشتیم زیر این رادیکال هستش و این مساوی با چهار آدو میشه خب اینجا می بینید که ما یک جمله منفی دو سی اکس داریم که با مثبت دو سی اکس ساده میشه و x دو هم چون دو تا ازش داریم به دست میاریم دو x دو و دو تا سی دو به علاوه دو سی دو به علاوه دو وای دو منهای دو در جمله رادیکالمون مساوی با چهار آدو خب برای سادگی میتونیم دو طرف رو به دو تقسیم بکنیم در این صورت به دست میاریم چی؟ x دو به علاوه سی دو به علاوه وای دو منهای جمله رادیکالمون مساوی با دو آدو خب اینجا مجددا ما, ما هنوز یه رادیکال توی رابطهمون داریم برای اینکه بتونیم از شر اون رادیکال هم خلاص بشیم میایم این جمله رو میبریم به سمت راست تساوی و دو آ دو رو برمیگردونیم به سمت چپ تساوی تا یک طرف فقط رادیکال رو داشته باشیم و طرف دیگه بقیه جمله همونو و بعد مجددا دو طرف رو به توان دو میرسونیم پس معادله ای که میخوایم دوباره به توان دو برسونیمش چی هستش هست x2 به y2 به علاوه 3، 2، منهای دو، ع دو مساوی با رادیکال این بار دوباره من می نویسم اون چیزی که زیر رادیکاله x menهای 3 به توان دو به علاوه y2 در x به علاوه 3 به طوان دو به علاوه y2 این زیر رادیکال هستش حالا اگر دو طرف این رابطه رو دواره به طوان دو برسونیم ام کاملا از شر رادیکال خلاص خواهیم شد خب برای اینکه یک کمی تو وقت صرف جویی بکنی من این مرحله به توان دو رسوندن و ساده کردنش رو اینجا براتون نمی نویسم و فقط نتیجه یک کمی ساده شده اون رو براتون اینجا میارم اون که به دست میاریم نهایتا به این شکل خواهد بود خواهیم داشت C2 منهای A2 در X2 منهای A2 در وای دو مساوی با آدو در سی دو منهای آدو خب پس این رابطه ای هستش که بعد از ساده کردن این عبارت بالایی به دست میاریم خب بیاید میبینیم یک جمله که تو هر دو طرف تصاویمون تکرار شده این جمله سی دو منهای آدو هستش بیاید این رو یه اسم جدید بهش بدیم سی دو منهای آدو رو اسمش رو بذاریم بی دو البته لازمه این که بتونیم این کار رو انجام بدیم این هستش که سیدو بزرگتر از آدو باشه درسته؟ چون اگر سیدو دو کوچکتر از آدو باشه سیدو من منهای آدو یه مقدار منفیه و نمیتونه مساوی با بیدو که یک عدد مثبت هستش باشه خب خیلی سریع بیاید اینجا بر خودمون ثابت بکنیم که سیدو من منهای آدو واقعا یک مقدار مثبت هستش خب فاصله بین دو تا کانون فضولیمون چقدر هستش از این نقطه تا این نقطه چون این مختصات سی و صفر داره و این یکی منفی سی و صفر پس این فاصله دو سی هستش و این مثلث قرمز رنگ و اگر اینجا ما تشکیل بدیم که یک نقطهش روی حضدولی هستش و دو تا رأس دیگه مثلثمون دو تا کانون های هستن میبینیم که طول سه تا زلش ال1 ال2 و 2c هستش طبق نامساوی مثلث ما میدونیم که مجموع هر کدوم از دو تا زل از زل سوم مثلث بزرگتره مثلا ما داریم ال1 به علاوه 2c بزرگتر از ال2 درسته حالا بیاد ال1 رو ببریم سمت راست اون وقت خواهیم داشت 2c بزرگتر از ال2 منهای ال1 درسته و چون ال2 طبق شکل میبینیم که زل بزرگتر هستش L2 منهای L1 که مقدار مثبته پس با قدر مطلق خودش برابره یعنی دو سی بزرگتر از قدر مطلق L2 منهای ال 1 و قدر مطلق L2 منهای L1 هم طبق تعریف مساوی با دعا هستش پس دو سی بزرگتر از دعا هستش در حقیقت و اگر دو رو از دو طرف ساده کنیم خواهیم داشت سی بزرگتر از آ و چون سی و آ هر دو مثبت هم میتونیم دو طرف رو به توان دو برسونیم و ما خواهیم داشت سی دو بزرگتر از a دو درسته پس این فرضی که اینجا داشتیم در حقیقت درست هستش و ما میتونیم اسم اسم سدای منهای های رو بذاریم B2 بی خب بیاید این رو بکنیم پس اینجا خواهیم داشت B2 در رابطمون و این سمت تصاوی هم خواهیم داشت B2 بی خب بیایید بریم با هم دیگه توی صفحه جدید و ادامه رابطمون رو بنویسیم تا ببینیم به کجا می خب تا اینجا به دست آوردیم چی به دست آوردیم B2x2 منهای آدو 2 و 2 مساوی هستش با آدو 2 درسته حالا میتونیم دو طرف این رابطه رو به آدو 2 b2 تقسیم بکنیم اون وقت چی به دست میاریم به دست میاریم b2 x2 روی آدو 2 b2, b2 ها با هم ساده میشه تبدیل میشه به چی x2 روی آدو. 2 منهای این همون آدو 2 و روی a2 b2 هم خواهد شد وایدو 2 روی b2 مساوی با سمت راست اونم که هست آ روی آ مساوی با یک این رابطه خیلی ساده ای که اینجا میبینید در حقیقت معادله استاندارد معادله استاندارد حزدولی هستش که ما میخواستیم به دستش بیاریم چه فرض در مورد این حضلولی کردیم فرض کردیم که یک کانونش در نقطه C و صفر قرار داره کانون دیگرش F در نقطه منفی C و صفر قرار داره و مقدار ثابت تفاضل نقاط روی بیزی از دوتا کانونش مساوی با دعا هستش پس قدر مطلق تفاضل فاصله هر نقطه‌ای که روی این حضلولی باشه از دو تا کانونش برابر با دعا هستش و بین آوبی و سی چه رابطه ای برقراره همونطور که نشون دادیم رابطه بین و بی و سی به صورت آدو به علاوه بی دو مساوی با C2 هستش یا میتونیم به شکل سی 2 منهای a مساوی B2 بنویسیمش خب پس این معادله استاندارد حضلولی ما عین این معادله که به دست آوردیم که برای یک حضلولی افقی بود میتونیم معادله یک حضلولی عمودی رو هم به دست بیاریم یعنید من اینجا براتون محورهای مختصات رو خیلی سریع بکشم و این بار بیاید فرض بکنیم که کانون های به مون توی نقاط F مساوی با از بخوام نقاط F مساوی با سفر و C و F پریم مساوی با سفر و منفی C هستن خب یعنی این بار دوتا کانون مون روی محور Y ها قرار دارن این فرض میکنیم که f به مختصات صفر و c و این یکی f پریمه به مختصات صفر و منفی c توی این حالت هزلولیمون یک هزلولی عمودی خواهد بود و دو تا شاخش یکی به سمت بالا و دیگری به سمت پایین باز میشه و البته باید نسبت به محور وای ها متقارن باشه من شاخه پایینی رو یک کمی بد کشیدم در از شاخه پایینی یک همچین شکلی داره نسبت به محور وای متقارنه خب عین همین حالتی که برای حضولی افقی انجام دادیم اگر برای حضولی عمودی سعی کنیم که معادلش رو به دست بیاریم و مجددا فرض کنیم که مقدار ثابتمون برابر با دو آ هستش معادله که این بار به دست میاریم به این شکل هستش وای دو روی آ دو منهای ایکس دو روی ب دو مساوی با یک و مجددن خواهیم داشت آدو به علاوه بی دو. مساوی با سی میبینید که در مقایسه با حضلولی افقی تنها فرقی که معادله حضلولی عمودی داره اینه که جای x2 و y2 رو توی معادله با همدیگه عوض کردیم و در حزلولی عمودیمون دو تا کانون روی محور y قرار دارن در حالی که در حزلولی افقی دو تا کانون روی محور x ها بودن و حزلولیمون یک همچین شکلی داشت خب جلسه بعدی یه خورده بیشتر در مورد حضولی حرف میزنیم و در مورد مجانب های اون یاد میگیریم تا جلسه بعدی خداحافظ